در حالی که تنش ها بین واشنگتن و پکن بر سر تایوان که چین ادعای مالکیت اون رو داره افزایش پیدا کرده لوید آستین وزیر دفاع آمریکا از آنچه روی کرده تهاجمی تر چین در قبال ادعاهای ارزی خوند انتقاد کرد و گفت یالات متحده برای حفظ امنیت شرکا و متحدانش حضور نظامی فعال رو در سراسر اقیانوس هند و اقیانوس آرام حفظ خواهد کرد عباس فیس کارشناس مسائل چین اینجا در استودیو با من همراه شده فیس به نظر می رسید چین از حمله روسیه به اوکراین هم به نوعی استفاده کرده فعالیت های نظامیش رو اونجا افزایش داده فکر کنین که تا کجا ممکنه پیش بره با توجه به هشداری هم که ایالات متحده داده در همین مورد در حال حاضر اصلا مشخص نیست که تا کجا پیش خواهد رفت ولی این هشداری که ایالات متحده وزیر دفاع ایالات متحده متحده داده خیلی هشدار موثری هست برای اینکه از نظر این کنفرانس که هم چون که خود شما در جریان هستین کنفرانسی که در اون شرکت کردن کنفرانس شنگریلا این در واقع یک کنفرانس امنیتیه برای اینکه مشخص بکنن که نظام امنیتی دنیا چگونه باید باشه البته میدونیم که نظام امنیتی دنیا از نظر چین یک چیزی هست از نظر آمریکا یک چیز دیگه است آمریکا کلا به اون تحلیلی که ما در گذشته داشتیم که هدفش این هستش که بره و از نظر اقتصادی کشورها رو در واقع درشون نفوذ داشته باشه اون نیست عوض شده آمریکا به این نتیجه رسیده که کشورهایی که میتونن خودشون به دنبال دموکراسی هستند این کشورها رو بتونه تا اونجایی که میتونه ازشون دفاع بکنه و حمایت بکنه و اینا دو, نوع کشورها هستند یکی کشورهایی هستند که تا به حال به دموکراسی رسیدن مثلا فرض بکنیم کره جنوبی استرالیا، نیوزیلند و کشورهای دیگه یکی هم کشورهایی هستن که مردمشون میخوان به دموکراسی برسن این هستش که آمریکا کلا سیاست خارجیش عوض شده و هدفش برای ایجاد نفوذ در جهان این هستش که از طریق این جور کشورها وارد بشه کشورهای دلیل حمایتش از تایوان رو هم به همین شکل می‌بینید دقیقاً به همین دلیل هست برای چی برای اینکه خود تایوان ما در چین دو تا چیز داریم دو تا به اصطلاح شیوه حکومت در چین وجود داره در خود کشور چین برای اینکه تایوان رو آمریکا و کشورهای غربی در گذشته به رسمیت نشناسند چین اومد گفتش که ما میتونیم در کشور خودمون دو تا نظام داشته باشیم یکی نظام اون چیزی که اونا دارن که دیکتاتوری هست یکی هم نظام دموکراسی و این رو در سه, در سه منطقه در چین اینها پیاده کردن یکی مکاو بود یکی هنگ کنگ بود یکی هم تایوان در مکاو که اصلا از بین رفت هنگ کنگ هم که همچنان که در جریان هستید خودتون در دو سال گذشته اصلا در هم شکسته درست. حالا نوبت به چین رسیده آمریکا میگه که مگر شما به ما نگفتید که ما میخوایم نظم رو به اون صورتی که وجود داره نگه داریم پس چرا دارید عوضش میکنید؟ سپاسگزارم از شما عباس فیض کارشناس مسائل اینجا در استودیو با من همراه بودید